نرم افزار پریمیر پنجره پروژه اولین مرحله برای تدوین فیلم هست. یعنی شما تمام فایل هاتون رو باید توی این محیط وارد بکنید و بعد با بقیه محیط کار کنید. اینکه توی این قسمت شما میتونید فایل هاتون رو حذف کنید، اضافه کنید یا حتی دسته‌بندیشون کنید. یعنی تمام ویدیوهاتون رو جدا دسته‌بندی کنید، تمام موزیک ها، گیف، عکس، هر چیزی رو که میخواین توی ویدیو استفاده کنید بعد دسته‌بندی کنید که به صورت منظم باشه، که این پنجره این کار رو انجام میده و قراره تمام اون آیکون های توی این پنجره رو بهتون توضیح بدم. پس همراه من باشید. درود، سارا هستم، خیلی خوش اومدین. عزیزانی که میخواین پریمیر رو یاد بگیرید میتونید توی پلیلیست پریمیر بریم و از همون اول شروع کنیم به یادگیری. بریم آموزش رو با هم شروع بکنیم. من نرم افزار پریمیر رو باز کردم. این قسمت پنل پروژه رو میخوام بهتون توضیح بدم. این قسمت، حالا قبل از اینکه بخوام شروع کنم آموزش این قسمت رو، شما رنگ این ورک اسپیس پریمیر هم مثل دیگر نرم افزارا میتونید تغییر بدین. میام تو قسمت ادیت، قسمت پریفرنس و اپیرنس رو میزنید. این قسمت این پنجره باز میشه. ببینید این قسمت برایتنس دارکر هست، یعنی تا آخر آوردیمش و مشکی هست. قسمت این سمت راست هم لایتر، یعنی شما هر چقدر بیاین به سمت راست، همونطور که دارین میبینین رنگ ورک اسپیسمون داره تغییر میره و الان روشن شد، که همون روی دارکن قرارش بدیم به صورت پیش‌فرض مشکی باشه. خیلی بهتر شما میتونید ابزارها رو اینجا ببینید. خب من کنسل رو میزنم، میام این قسمت. قسمت پایین، آیکونای پایین رو میخوام بهتون توضیح بدم. آیکونا اینجا بیشتر هست. اگر شما دیدین آیکوناتون بیشتر نیست، یعنی کمه، میایین تو این قسمت، وقتی به شکل فلش میشه شما این رو میکشیم میارین سمت راست و آیکونای دیگه هم اینجا مشخص میشه. و این قسمت رو من میبرم بالاتر، اینجا رو بازترش میکنم چون میخوام این قسمت رو بهتون توضیح بدم. توی درس‌های قبل بهتون گفتم که چطوری عکس یا حالا ویدیو رو وارد نرم افزار بکنین. شما هم اینجا میتونید دابل کلیک بکنید. من یه نیو فولدر ساختم اینجا رو ببینید. این آیکون خود پریمیر هست به صورت لایه باز. اینجا موقعی که شما دارین هر کاری رو انجام میدین، سیو میکنین، هر چند دقیقه یک بار که سیو میشه اینجا یه فولدر میسازه که حالا آخر کار که کارتون تموم شد میتونین فولدرها رو حذف کنین، ایرادی نداره. من میام تو موزیک انتخابش میکنم این دوتا رو و اوپن میکنم، اینجا باز میشه. راه دیگه هم برای باز کردن تصویرها این بود که شما بیاین تو قسمت فایل و ایمپورت رو بزنین یا کنترل آی رو بزنین. دوباره میام اینجا پیکچرها رو میارم باز میکنم، دوباره کنترل آی روی کیبورد رو میزنم و میام این قسمت میخوام ویدیوها رو اینجا باز بکنم. ببینید من همه این حالا چیزایی رو که میخوام استفاده کنم باز کردم اینجا. شما فضا رو نیاز دارین، این فضای بالا اینور و اینور رو نیاز دارین و نمیشه که کل اینجا رو این صفحه این قسمت پروژه‌مون بگیره. پس میام چیکار میکنم؟ میام این قسمت لیست رو میزنم، به صورت لیست بار باشه یا گروپ بندیشون میکنم. این قسمت پایین مداد که کشیده رو شما روش اگر کلیک کنید اینجا میگه این پروژه که الان انجام دادیم، حالا این عکس‌ها رو آوردیم میخواین سیو بشه، میگیم yes. موقعی که سیو رو میزنیم اینجا قفل میشه، یعنی این مداده قفلش میکنه و اگر بخواید دوباره برگردیم به حالت اول روی قفل کلیک میکنید. قسمت اولی لیست ویو هست، به صورت لیست داره میده تمام اینا رو. ببینید دوتا آهنگ اولی به صورت لیست و بقیه این یکی MP4 هست و بقیه هم عکس ها هستن و ویدیوهایی که انتخاب کردیم. این بغل مربعایی که کشیده رنگی رنگی هستن. ببینید اونایی که به صورت حالا موزیک هستن رنگشون این رنگ، این رنگ سبز داره. این قسمت MP4 که MP4 هست، یعنی ویدیو نیست، فقط MP4 رنگش به این صورت هست. عکس ها صورتی هستن و ویدیوهای یه جورای گیف هستن به این رنگ هستن. هر کدوم از اینا رنگ ها با هم متفاوت هست. یعنی مثلا شما یه ویدئوی وارد نرم افزار میکنین که فقط صدا داره، تصویر نیست، رنگش فرق میکنه، یا تصویر فقط صدا نداره، رنگش فرق میکنه، که شما رنگ ها رو هم میتونین تغییر بدین. میام قسمت بعدی آیکون ویو هست. موقعی که روش کلیک میکنم به صورت آیکون نشون میده. شما مثلا یه سری عکسایی رو میخواین وارد تایملاین کنین، نمیدونین چی هست مگر اینکه حالا اسمش رو حفظ باشین، میتونین بیان تو قسمت آیکون و عکس رو انتخاب کنین، بکشین رو بیارین توی این صفحه. قسمت بعدی فری فرم ویو هست، مثل همین آیکون هست، فقط تفاوتش اینه یک مقدار بزرگتر نشونشون میده. ببینید این قسمت فری فرم عکس ها و همه اینایی که آوردیم اینجا بزرگتر نشونشون میده. من روی لیست ویو میزنم،
و این قسمت رو میخوام جا به جا کنم ببینید چه اتفاقی میفته. این قسمت رو موقعی به سمت راست حرکت میدیم میبینید حالت لیستمون بزرگتر میشه و تا آخر به این شکل نشون میده، یعنی کلن این لیست رو بزرگ نشون میده. توی قسمت آیکون ویو برم هم به همین صورت، یعنی آیکون ها رو کلن بزرگ نشون میده، به این حالت نشون میده که برمیگردم حالت اول. روی سومی فری فرم هم به همین صورت اینا رو بزرگ بزرگ نشون میده، به این شکل من میارم روی پیش‌فرض خودش. اینجا خوب بود، لیست رو هم میارم روی پیش‌فرض خودش به این صورت باشه. خب این قسمت بالا رو ببینید، قسمت سرچ هست. قسمت سرچ بالا با فایند پایین یکی هست. حالا این قسمت سورت آیکون، من اگر مثلا بیام روی آیکون کلیک بکنم اینجا فعال میشه، روش کلیک بکنم اینجا مثلا بر حسب لیبل شما میخواین کارتون رو سرچ کنی، بر حسب نیم، بر حسب رنگ، اینجا حالا در آینده همجور که دارم آموزش میدم توضیح داده میشه. این قسمت هم که نوشته اتوماتیک تو سیکونس، مثلا شما یه سری طرها اینجا دارین، ببینید الان من 1 2 3 4 گذاشتم، به ترتیب هست، اینجا میاد به ترتیبش رو نشون میده. خب برمیگردم این قسمت، این قسمت فاین همونطور که گفتم میتونین سرچ بزنین، مثلا این آهنگ اسنووی هست، من یه اس بزنم یا یه ان بزنم کلا این رو به ام میده، سرچش کردم دیگه. اگه میخوایم برگردیم به حالت اول انتخابش میکنیم و که اسپیس رو میزنی برمیگرده به حالت اول، یا مثلا این پایینی ها از سایت پیکسلز گرفتم، مثلا روی پیکسل که بزنم کلا همه رو نشون میده و برمیگردم به حالت قبل. این قسمت فایند هم همون کار رو انجام میده، روش کلیک بکنم این پنجره فایند باز میشه. قسمت کالم، اینجا میگه بر حسب لیبل میخواین اون طرحتون رو سرچ بکنم، بر حسب رنگ باشه، بر حسب لیبل یا نیم باشه، هر کدوم که میخواین باشه. روی لیبل اگر کلیک بکنیم، قسمت اپراتور هم رنگ رو انتخاب میکنه. ما روی وایولت هستیم، اگه اینجا فایند رو بزنم رنگ رو اینجا پیدا میکنه. بذارید من کنسل کنم، اینو با حالت لیست بزنم که بهتر متوجه بشین. دوباره روش کلیک میکنم، مثلا میام روی روز کلیک میکنم، فایند رو میزنم، ببینید پیداش نمیکنه. چرا؟ چون میگه شما این یکی لیبل و این یکی لیبل رو هم باید انتخاب بکنید. این قسمت مچ چون زده آل، یعنی شما باید هم دوتا لیبل ها و هم دوتا اپراتور رو انتخاب بکنید. ولی اگه من بیام بذارم روی انی، دیگه نیاز نیست دوتا پایینی رو انتخاب کنید. الان روز انتخاب شده هست، فایند رو میزنم و روز رو اینجا پیدا میکنه. یا مثلا میام روی بلو کلیک میکنم، فایند رو میزنم و میام بلو رو پیدا میکنه، چون اینجا انی زدم، یعنی فقط همین دوتا کافیه که شما سرچ بزن، نیاز به دوتا پایینیه نیست. مثلا من میام این قسمت روی نیم کلیک میکنم، موقعی که نیم کلیک میکنم این یکی کادر اینجا فعال میشه، چون قبلش که روی لیبل بود اینجا غیر فعال بود، به محض اینکه روی نیم میزنم اینجا فعال میشه، بر حسب نیم برای شما پیدا میکنه. مثلا همون اسنو رو دوباره میزنم، اسنووی، اسنو دبلیو وای، این رو فایند رو بزنم، یعنی این اسنووی رو اینجا پیدا میکنه. یا مثلا شما میخواین بنویسین پیکسلز، پیکسلز، دوباره فایند رو بزنین، کلا اینجا پیکسل رو اینجا میاد پیدا میکنه. البته اینجا چون خود عکسمون به این اسم هست اون رو پیدا کرد. دوباره یه فایند رو بزنیم، بعدی رو پیدا میکنه، فایند رو بزنیم، به ترتیب هر کدوم از این فایند رو بزنیم به ترتیب اسم پیدا میشه، که هر کدوم از اینا هر چقدر که جلوتر بریم بخوایم باشون کار کنیم بیشتر بهتون توضیح میدم. خب من پنجره رو میبندم. شما برای ساخت ویدیو اول باید فایل ها رو وارد برنامه بکنید که توی پنجره پروژه قرار میگیره. یه ویدیو قبلا ساختم که آموزش دادم چطوری فایل ها رو میتونید انتقال بدین توی این پنجره، اگر دوست داشتین میتونید ببینید. و عزیزانی که میخواین پریمیر رو یاد بگیرید و هنوز توی کانال سابسکرایب نکردین، دکمه سابسکرایب رو بزنید و علامت زنگوله رو هم فعال کنید که ویدیوهای بعدی پریمیر رو از دست ندین. ادامه رو بریم ببینید. میام دوباره این قسمت پایین. ببینید این قسمت نیوبین هست. نیوبین چیه؟ نیوبین هم کار گروپ بندی رو انجام میده، مثل توی فتوشاپ، مثل توی ایلوستراتور که گروپ انجام میدادیم، اینجا هم گروپشون میکنه. ببینید شما مثلا توی یک پروژه که میخواین انجام بدین، خیلی بیشتر از اینا شما مثلا عکس دارین، آهنگ دارین، ویدیو دارین و خیلی میخواین روش کار بکنین، و هر چقدر که اینجا مثلا لیستتون زیاد باشه، خیلی دیگه باید بیان پایین بگردین پیدا کنین یا روی سرچ بزنین. خیلی بهتره که شما بیاین موزیکاتون رو یا عکساتون رو یا مثلا ویدیوهاتون رو روی گروپ جدا بذارین. مثلا من روی همین اولی کلیک میکنم و این قسمت یه نیوبین یا یه دونه گروپ اینجا
میسازم. گروپ خودش اینجا انداختش و گروپمونم رنگش رنگ یه حالت نارنجی داره. اینجا نوشته بین. شما میتونید با همون اسم بین سیف کنید یا مثلا میخواین تصویراتون جدا باشه به حسب حالا هر چیزی که نیمی که دوست داشته باشین میتونید بدین. مثلا من میذارم پیک، همون پیکچر. اینتر رو میزنم. الان یه گروپ پیکچر رو اینجا من دارم توش، ولی خالیه چون فقط من نیو بین رو زدم. میخوام تصویرها رو بندازم داخلش. اینجا 1 2 3 این ستا رو میخوام بندازم، چون عکس دیگه میخوام بندازم داخل تصویرم. میتونم با گرفتنه، یعنی من 4 رو انتخاب میکنم، کنترل رو نگه میدارم، 2 و 1 رو هم انتخاب میکنم و کلیک درگش میکنم. موقعی که میکشم این عکس تصویر عکس دست میاد روی این حالا فولدر، اینجا رهاش میکنم و الان ببینید 1 2 3 عکسامون توی این گروپ اینجا اضافه شد. و حالا اگر بخوایم دوباره یک نیوی دیگه داشته باشم، مثلا برای این دوتا موزیکا، اگر من روی پیکچر قرار گرفته باشم و بیام یه دونه نیو بین بزنم، الان شما اینجا نمیبینینش. خب چون روی یک گروپ قرار گرفته بودم رفت داخل پیکچر، میبینید اون نیو بینی که زدم افتاد داخل پیکچر و من نمیخوام داخل پیکچر بیفته. چندین راه داره، میتونین پاکش کنین دوباره اضافه کنین یا میتونین همین رو بکشین و بیارین بندازین این پایین. مثلا من میخوام این پایین قرار بگیره که وقتی میندازین این پایین خودش میره این بالا. ببینید از توی این فولدر اومد بیرون و اینجا قرار گرفت. یا مثلا حالا من دوباره میندازمش تو پیکچر، توی پیکچر نمیخوایم باشه، روش کلیک میکنیم و سطل آشغال اینجا کلیر رو میزنیم پاک میشه. خب حالا به جای اینکه روی پیکچر قرار گرفته باشین، یعنی روی گروپ قرار گرفته باشین و یه دونه نیو بین بزنین که دوباره بیفته داخل اون، میان مثلا پایین اینجا قرار میگیره یا اینجا روی یکی از اینا از اون حالا فایلایی که گروپ نیست روش کلیک میکنین و یه دونه نیو بین دوباره میزنین، این بالا خودش میسازه. مثلا اینجا بنویسم موزیک، اینتر رو میزنم، این دوتا موزیک رو میخوام بندازم داخل این گروه، میکشم و میرم میندازم داخل گروه و اینجا میبینید که خودش دوباره یه موزیک شد. یعنی خود گروپ ها به رنگ نارنجی هست، موقعی که بازش میکنم زیر مجموعهاش که مثلا این موزیک هست به رنگ سبزه و زیر مجموعه پیکچر هم به رنگ صورتیه که من اینا رو میبندم. برای این گیف ها هم یه دونه گروه میخوایم، دوباره روش نیو بین کلیک میکنم و اینجا مینویسم مثلا ویدیو. خب اینتر رو میزنم. اینا چون همشون زیر هم قرار گرفته و همه رو با هم میخوام، میتونین کلیک درک کنین همه رو با هم بگیرین، میتونین اولی رو انتخاب کنین شیفت و پایین نگه دارین، آخری رو هم انتخاب کنین و کلیک درک کنین بدازینش توی ویدیو. و الان ببینید چقدر اینجا خلوت‌تر شد. شما یه فولدر ویدیو دارین، یه دونه موزیک دارین، یه دونه هم پیکچر دارین که حتی توی خود ویدیو هم شما میتونین یک حالا گروپ داشته باشین که دیگه خیلی شلوغ نشه. مثلا شما ویدیو رو باز میکنین، اینا یک عالمه ویدیو توی همین یه دونه فولدر هست. شما میتونین همون توی همون فولدر هم یه دونه فولدر دیگه دوباره اضافه کنین، ویدیوهاتون رو مثلا جابجا کنین. مثلا من روی ویدیو قرار گرفتم، یه نیو بین دیگه میزنم، اینجا یه دونه میسازه. مثلا اینجا می‌نویسم گیف. خب یه سری گیف ها اینجا میخوام داشته باشم. این دوتا به عنوان مثال انگار گیف هستن، این دوتا رو میگیرم و میندازم توی گیف. خب یعنی الان ما یه فولدر ویدیو داریم که داخل ویدیو یه دونه گیف هم هست، بازش میکنم این دوتا ویدیوها هستن و این یکی گیف هست که این یکی هم باز کنم دوتا گیف ها داخل این قرار گرفته. این فولدر بندی ها، این دسته بندی ها خیلی مرتب میکنه کارتون رو، به خاطر اینکه اگر شما خیلی زیاد داشته باشین ویدیو، موزیک، پیکچر، هر چیزی، اینا میتونه به این صورت خلوتشون کنه و راحت بتونید پیدا کنید، حتی توی سرچ هم راحت تر هستید. خب قسمت بعدی نیو آیتم هست. نیو آیتم روش که کلیک بکنم یه سری گزینه ها اینجا داده، مثل سیکونس و پروژکت و ادجاستمنت لایر و کالرمت، اینا همه توی پروژه هایی که حالا پروژه نه، در آینده همه اینا توضیح داده میشه چجوری سیکونس بسازین، ادجاستمنت لایر چیکار میکنه، همه اینا رو بهتون توضیح میدم. فعلا اینجا بدون که پنجره اینا یا آیتم ها هستن که از این آیتم ها باید استفاده بکنید. این قسمت هم که کلیر یا سطل آشغال هست که شما مثلا یکی از اینا رو اگر نمیخواین میتونین روش کلیک کنین و کلیر کنید، یا مثلا واردش میشین گیف رو نمیخواین روش کلیک میکنین و کلیر رو میزنین همونجوری که قبلش انجام داده بودم. من پنجره ویدیو رو باز میکنم، ببینید جلوش مثلا چند فریم زده، ثانیهش چقدر هست، چند دقیقه، چند ثانیه، اینا همه
الان اینجا بهتون توضیح نمیدم، حالا توی ویدئوهای بعد بهتون توضیح میدم به چه صورت هست. حالا یه چیزی دیگه میخوام اینجا بهتون بگم. ببینید روی ویدئو شما اگر دابل کلیک بکنید، من دابل کلیک میکنم روی ویدئو، ببخشید این قسمت، خب روش که کلیک میکنم این ستا باز میشه، گیف هم باز میشه، یعنی شما فقط این پنجره رو دارید. خب موقعی که روش کلیک میکنید، دابل کلیک میکنید، پنجره بین اینجا باز میشه، یعنی پنجره، یعنی گروپ ویدیو اینجا باز میشه. میبینید من قبلش روی این پروژه بودم، موقعی که روش دابل کلیک کردم اینجا باز شد، یعنی یه دونه انگار پنل جدا اینجا برای من داد. خب ولی این اصلیه هست، اینجا دادش. شما اگر بخواید حالا کارتون رو مثلا اینجا میان انجام بدین، اینجا میبینید که خیلی پنلا اینجا زیاد شد و خیلی توناشون رو نمیتونی هی این رو باز کنید و انجامش بدید یا بیان اینجا پیداش کنید. درسته که از این قسمت میتونید پیداش کنید، شاید اینقدر طولانی باشه، خب یه خورده زمان بر باشه. پس میام چیکار میکنم؟ به جای اینکه بخواید اینجا یه دونه پنل باز کنید و اینجا رو شلوغ کنید، این رو من میام پاک میکنم و بعد میگم چیکار انجام بدید. برای پاک کردنش شما روی این سه تا خط کلیک میکنید و کلوز پنل میزنید. حتما دقت داشته باشید اشتباهی که لوس پروژه نزنید. اگر بزنید پروژهتون رو میبنده. درسته حالا بهتون میگه سیو کنم یا نه، متوجه میشه، ولی اگر سیو شده باشه پروژهتون رو اینجا میبنده. اینجا من کلوز پنل بزنید، روش که کلیک بکنم کلا بسته میشه. دوباره میام روی پروژه. خب گفتم به جای اینکه روش دابل کلیک کنم و این بالا باز بشه، میتونیم کنترل روی کیبورد رو نگه داریم و بعد روش دابل کلیک کنیم. ببینید موقعی که من کنترل روی کیبورد رو نگه داشتم و دابل کلیک کردم، همونجا باز شد، دیگه هیچ پنل جدیدی، یعنی پنل ویدیو این بالا باز نشد. ببینید اصلا اون پنل قبلیه نیست، یه دونه یعنی روی خود اون پنل پروژه باز شد. و حالا اگر سوال براتون پیش میاد، خب پس پنل پروژه کجاست؟ ما می‌خوایم برگردیم دوباره به پنل قبلیمون بریم مثلا روی کارهای دیگه انجام بدیم. فقط کافیه این قسمت روی آن تایتل اینجا، یعنی این قسمت فولدر کلیک بکنیم برمیگرده به حالت قبل به این صورت. یا مثلا موزیک روش دابل کلیک میکنم اینجا باز میشه و من نمیخوام اینجا باز بشه، دوباره انتخاب میکنم کلوز پنل رو میزنم، میام تو پنجره پروژه، کنترل رو نگه میدارم و روش دابل کلیک میکنم اینجا باز میشه. و دوباره میخوایم برگردیم به اون پنجره پروژه، اینجا کلیک میکنیم و برمیگرده به همون حالت قبل که به این صورت هست. خب و یک کلید میانبر دیگه هست که خیلی خوبه و توی حالا موقعی که دارین کار انجام میدین خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. مثلا میخوام پنجره پروژم به صورت خیلی بزرگ کل صفحه حالا مانیتور من رو بگیری که بدونم چی هست، فقط کافیه که کلید روی کیبورد که اسمش تیلدا هست، عکسش رو روی صفحه قرار میدم. میبینید موقعی که روش ضربه بزنم، ببینید باز میشه. دوباره بخوایم برگردیم به حالت اول، دوباره روی تیلدا کلیک میکنیم و دوباره به اون صورت باز میشه. مثلا من روی پنجره پروژه قرار گرفتم، تیلدا رو میزنم، پنجره پروژه اینجا باز میشه و کامل همه چی اینجا نشون داده. ببینید فریم ریت رو نشون داده و همه اینا. مثلا من این قسمت حالا گیف رو اینجا دارم، کامل اینجا داره به من نشون میده با تمام جزئیات. دوباره تیلدا رو میزنم و برمیگرده به حالت قبل. و همینطور روی همه پروژه شما میتونید این کار رو انجام بدین. مثلا من روی تایملاین قرار میگیرم، تیلدا رو میزنم، این صفحه رو نشون میده. یا مثلا این قسمت پروگرام رو شما انجام دادین، میخوام ببینم این شکل چه شکلی شده. روی پنجره حتما کلیک بکنیم و قرار بگیریم و بعد تیلدا رو بزنیم. ببینید به این صورت میتونین کل صفحه رو، کل اون کار رو توی صفحه بزرگ ببینین. و وقتی هم که دیدین و دیدین ادیت ها درست انجام شده، دوباره تیلدا اون کلید روی کیبورد رو میزنین، برمیگرده به حالت قبل. خب این از این قسمت آیکون های این پایین و قسمت پروژه که بعد توضیحات لازم بهتون میدادم و هنوز در ادامه باز با پنل پروژه کار دارم و باید یه سری چیزها رو بهتون آموزش بدم. توی این ویدیو دیگه زیاد خستتون نمی کنم. تمرین زیاد داشته باشین، تمرین کنین که بتونید موقعی که جلو میریم و به پروژه میرسیم خیلی راحت بتونیم پروژه ها رو انجام بدیم. تا اینجا یه صرف تا صد پریمیر با پنجره پروژکت آشنا شدیم که هنوزم با این پنجره کار داریم، چون یه سری از کلید میانبرها رو باید یاد بگیرین که خیلی راحت بتونین اون ویدیوز رو داخل این پنجره ببینین.
کلن نرم افزار پریمیر خیلی مبحث‌های زیادی داره و همه رو باید کامل یاد بگیرین، چون همین اول که بخواین تمام اون نکته ها رو یاد بگیرین خیلی بهتره تا اینکه بخواین سرسری رد بشین و بعد که میخواین یه ویدیو بسازین توش گیر بکنین. و من باید از صفر تا صد رو بهتون یاد بگیرم، پس صبور باشین و همه رو کامل و تا آخر ببینید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین و مورد پسند واقع شد لطفاً لایک کنید، و اگر هنوز توی کانال سابسکرایب نکردین خوشحالم میکنین که دکمه سابسکرایب رو بزنید و علامت زنگوله رو هم فعال کنید. دو تا ویدیو پیشنهادی دیگه بهتون معرفی میکنم، اگر دوست داشتین میتونید دو تا ویدیو رو ببینید.